افزایش گمان زنی ها درباره اداره دولت ابراهیم رئیسی توسط محمد مخبر. عروسلند یک ساعت پیش. مریم سلیمانیان، نقاش و هنرمند جوان و معترض، که انقلاب این روزهای ایران در نوشته ها و کارهای اخیرش انعکاس زیادی داشت، بعد از اینکه هنگام خروج از کشور برای ادامه تحصیل در رشته هنری مورد علاقه‌اش در اتریش به او گفته شد ممنوع الخروج است، اعلام شد که خودکشی کرده. مرگ او ابهامات زیادی دارد و گفته شده است که خانواده این دختر برای اطلاع رسانی از مرگ دخترشان به شدت تحت فشار هستند. او در یکی از آخرین نوشته های خود در توییتر نوشته بود: من خدا نور لجعی رو اینجوری به یاد میارم، رها و رقصان دور آتشی که قاتلانش رو بلعیده و میسوزونه، که رقص ما گلوله است توی صورت ستم. ما سرانجام شبی مست و مدهوش و کمی جولیده با بدنهای به خون غلطیده بر مزار نجس و نحس شما میرقصیم. اگر هر کدوممون رفتیم، اونی که مونده بلندتر به خنده و به جنگه و روز آزادی به جامون برخصه. زن زندگی آزادی. یه مرگ مشکوک نیست، این کار خود حرومزاده شه. این مرگ مشکوک نیست. خامنه ای حرومزاده نکش. سید علی بیناموس نکش. حقیر بدبخت نکش. بد کشته میشی. این امضا داره، این کشتار امضا داره. کشتنش مرگ مشکوک چیه؟ کشتنش. ای حقیر بدبخت، ای کونی بی سر و پا، فقط به خاطر این، به خاطر این توییت نکش، میکشیم از شما و بعد کشته میشی. دوستان عزیز، بهتون قول میدم خامنه ای بدتر از قذافی. پس یه جای بی ناموس ولد زناگوش کنید، رهبرتون داره دورش خالی میشه. این بی ناموسی که معلوم نیست اصلا خردش رو از دست داده، عقل نداره. ببینید تمام قربانیاش دختر و زن، به یه مش حیولای کثافت بی ناموس که عقده‌های جنسی خودشون رو خالی کنن. مملکت اصلا رو هواست، دست یه مش بیناموسه. پدر سگ بیشرف به ولد زنا، اگر این همچین قتل‌هایی رقم میخوره تو کشور، ولد زنای حرومزاده چجوری ادعا میکنی امنیت هست؟ خامنه ای کند پدر بیناموس نکش، ولد زنا نکش، کشته میشی. بسیجی یا رهبرتون مثل قذافی، مثل معمر قذافی. خیلی اون اصلا یک دهم این پررو کنده نبود، مثل اون کشته میشه. 40 تا دقیقا کاری که این میکنه با ماشیناش نوپو، میخواد از تهران بره مثلا مشهد، 40 تا لنکروز اینو، این مشکی ها نوپو، این بیناموس رو همراهی میکنن، بعد تو یکیشونه. یا با اون خودروش که یه دونه مرمی چیه، استیشنه، اونی که نور پردازی شده، اونو سفارشید، اون سفارش داده، چیز عجیب غریبی. اون ماشین دژه اصلا، یعنی با توپ تانک با آر پی جی هم نمیشه زد. بعد من موندم اصلا اینا تالا سوء قصدی به این کونی کردن؟ کسی به اوباش جمهوری اسلامی چی رای از اول سوء قصدی داشته؟ هر کدومشون کشته شدن به بار تایش در اومده. گروه فرقان مال مجاهدین، خب سر یه بزنگه های خاصی، یعنی هر کدومی خواستن حذف کنن، یعنی باز کار خودشون بوده، یعنی مجاهدین هم یه جورایی به اینا وصلن دیگه، قول دومشونن دیگه، درسته؟ در نظر بگیرید تمام این آدمایی که از اینا کشته شدن، آدم کیا بودن؟ مثلا مطهری، مفتح. مفتح کی میاد، کی کشته میشه؟
اون موقع که میاد حرف میزنه این به فرق چیز پیوند دانشگاه و حوزه رو در باید صحبت میکنه، خیلی جوانو دور بهش میگیرن، اون موقع مفتر میزنن خارشو میگن. بهشتی که امام جمعه یه دونه مسجد بود، امام جماعت این مسجد بود تو آلمان، میان قانون اساسی ایران رو اون از روی بهشتی و یکی دوتای دیگه از روی قانون اساسی مثلا فرانسه و آلمان بازبینی چه نوشتن، قانون اساسی نوشتن. من این حالا چقدر درست بشه کشتن اون کار کیه؟ کار رفسنجانی بود و احمقان که از تو اون نشست برای اینکه شهید سای چند تا چیز داره دوستان، این کشتار این حرومزاده ها، علت این که علت ترور هاشون و کشتارشون اینه که مثلا چند علت داره. یکی این که حذف میکنن مخالف و تصفیه حساب درون گروهی میکنن، مثل مثلا مطهری، مثل مطهری مثلا یه آخوند ازگل خر بود، حرفای آتشین زیاد میزد، خب یه خر به تمام معنا بود، کره خر بیناموسی بود مطهری. منتظری هم در حقیقت بعد از 88 خامنه‌ای ترسید و کشتش. آخوند به این سادگی ها نمیمیره، دیگیری بشکهی به این سادگی ها نمیمیره. یا حذف تسبیح حساب در اون گروهیشونه با عمال خودشون، گروه فرقان زرش. هیچ کسی یعنی تا الان اینا هیچ حرکتی برای حذف ترور که هیچی، ترور که اصلا فهم کنم گروه میخواد ترور کنن این رو، تمام ترورها کار خودشون بوده، بازی بوده. بعد نمیدونم چرا مثلا خامنه ای کسکشو میزنن توی یه دونه دژ، اون ماشین اصلا دژ حرکت میکنه. سال 88 بیناموس ترسو بزدل از تهران فرار میکنه، بره شروع که میشه فرار میکنه، میره مشهد باغ وکیل‌آباد که از اونجا هم یه نگاش باشه، دست به چمدون باشه که بزنه بیرون فرار کنه. اون سردار وحید خارکسته میاد بهش میگه که من تضمین میدم آقای رهبر کونی انقلاب توسی باز، من تضمین میدم که مسافرت هوایی از تهران به مشهد هیچ خطری نداره. اون چیز بود دیگه، وزیر دفاع بود، نیروی امنیتیشون بود. انقدر ترسو خامنه ای کونی بیشرف که قبول نمیکنه و با اون وضعیت از تهران با زمینی میره مشهد در حلقه محافظت 40 تا از اون لندکروزا که توشون تجهیزات مثلا شنود و میان تا یه شعاعی تمام صداهای محیط و اینا دارن، گفتگوها حتی و از این چرت و پرت زیاد دارم. ولی خب آخه اصلا مثلا به تو سوء قصد کی میخواد سوء قصد کنه؟ ببین چقدر ترسو و بزدل بود. زمینی پا میشه میره باغ وکیل آباد مشهد، اونجا قایم میشه. از تهران میره خامنه ای وقتی کونش به لرزه میفته، یا میبرنش مثلا باغش تو اون لواسون. من اونجا زندگی میکردم یه سال، دقیقا روبروش من زندگی میکردم، میدیدم هلیکوپترهای ارتشو که میان مثلا این کونی ها آخوندا هلیکوپتر ارتشو میدیدم، مثلا میان یه هلیکوپتر اومد یه چیزی بوده نیم ساعت داره میچرخه دور اون سد، توی خونم روبروش بود، توی دونه یه سویت بود بالا پشت بوم که سگم هم جسی ول بود توی این، واسه خوش حال میکرد. یه امیدم صدای هلیکوپتر میاد، یه دوربین داشتم یه چیزا از این از خارزادم امداده بود، خیلی اون وقت گمش کردم، یه دوربین داشتم خیلی قشنگ روی چیز نصبش کرده بودم روی پایه،
لبه اون پشته، اون خیلی مرتفعی بود تو جای با کلاس لباسونا رو به روی خیابون پاسداران، تصور کنید اونجا من بودم. همچنین جای درب و داغون وسط کوه نبودم، اونجا بودم، مرکز پول داره اصلا. تمام این سلیبریتی ملیبریتی یا پول مایدره اونجا تو پاسداران بود. ببینید چه خبره، اونجا خونه دارم. با اون دوربینه نگاه میکردم، زوم میکردم مثلا که ببینم داخل این هلیکوپتره کیه. به هلیکوپتر ارتش بود مثلا، بلند میشه فقط کش بیناموز. بعد یه فکر میکردم گفتم این یکی رو میخوام بیارن اونجا. خب اونجا یه دونه قصر هست مال رفسنجانیه، یه دونه دیگه هست مال خامنه ای. اونجایی که مال اونی که مال خامنه ای محصور کاملا در آب، دسترسی به اون منطقه فقط از بقایقه از رو زمین. این کوندر هم با هلیکوپتر میارن. هلیکوپتر بعدی اومد، این ساعت چرخید رفت. خب یه سری 20 دقیقه میچرخید، فقط هم تو دور این چیز توی دایره مشخصی این هلیکوپتر میچرخید. تا 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 دیدیم صدایی هم میده، این پژواک صدای اون ملخش دائم میاد و رفت. مجردی که رفت 10 دقیقه بعد یکی دیگه اومد. این یکی که اومد بازم ارتشی بود، اگه اشتباه نکنم آره ارتشی بود. شیشه هاش دودی، باز با اون دوربین نگاه کردم، زوم کردم روش. خیلی باب بود دوربین، خیلی دوربین رو دست دادم تو اسباب کشی بعدی من به گار رفت. دوربین یکی کش رفت، دوربین بالی بود. دوربین رو دوباره زوم کردم، دیدم این یکی دیگه، این یکی اومد بازم یه خود یه دور چرخید و رفت نشست اونجا. دیدم این شیشه هاش دودیه، داخل اصلا مشخص نیست. یعنی خب این خارکوسر دارن میارن دیگه، دسترسی به اون مکان. این پا میشه میره اونجا یا میره مشهد. در مواقع اضطرار پا میشه میره این تو همون جزیره که خونشه، دست گفتم دسترسی به اون جزیره فقط رو زمین بقایقه که اصلا تمام تا شعاع چند کیلومتری بستن اون مسیر رو پیاده بریم. من این بار با سگم رفتم، پیاده رفتم، دیدم گیر دادن بهم. آقا مثلا اینجا چیکار میکنی؟ خونت کجاست؟ آقا من با سگم هم داشت کن. یهو در اومدم توی خیج خلوت. آقا اکیونتون واسه چی میترسیم بینا موسا؟ این جاکشو تو اضطرار میبرن اونجا. یکی دیگه داره توی داراباده، یه خونه دیگه داره خامنه ای تو داراباده. برای مثلا اینکه حالش روحیات کونش عوض بشه میبرنش اونجا. خامنه ای رو همیشه با لباس مبدل دوستان میبرن این ور اون ور. یعنی اصلا اینجوری نیستش که شما مثلا ببینید که مثلا من بارها دیدم اسکورت های مثلا رئیس جمهوراشون چجوریه. خاتمی ها مثلا من یادم دیدم، رفسنجانی دیدم، مثلا رفسنجانی بزرگ مدرس دیدم مثلا توی یه دونه ماشین نشست، حالا شیشه ها ضد گلوله است. خب توی مرسدس بود و اون جلو هم نشسته بود، رفسنجانی جلو نشسته بود، راننده این اون جلو نشسته بود، پشت هم دو تا این میگن کوکسول کار حرفای مردم میزنن، گوز بارشون نیست. اینایی که محافظه اینا اصلا ببین تا حالا برخورد نداشتن که عملی چیز داشته باشن، یعنی میخوان مثلا بادیگارد بودنشون رو نشون بدن، این تواناییشون رو نشون بدن. خب گوزن. با دو تاشون من آشنام، با دو تا از محافظه نکست دور خامنه ای و رفسنجانی. خیلی جالبه، توسط یکی از آشناهامون بچه محلشه آشنا، و اونو حالا در ادامه همین ویدیو تعریف میکنم که برسیم به اون جای خودش. تعریف میکنم که از اونا چی میگن. این دوستمون سوال میکنه ازشون هر کدوم چی میگن و جفتشون یه مطلب رو تایید میکنم. من بارها مثلا دیدم این مثلا خاتمی رو یادم دیدم توی محل خودمون تو دزشی. من دیدم تو مثلا داشت رد میشن، دو تا موتور سوار رد میشن، یه ماشین پشت
باز دو تا موتور سوار خاتمی، این مثلا ماشین مرسدس اونم زده گلوله، خاتمی واسه شیشه دودی نیست، باز خاتمی مثلا میدی به همه میتی مثلا کونده خار دست نکن میداد با لبخند، همیشه سید خندان کنی با لبخند بود. ولی خامنه ای رو دیدید شما؟ نه. ولی خامنه ای جا به جا میشه دوستان. از کجا جا به جاش میکنم؟ خونه این کسکش خیابان آذربایجانه، جایی شلوغ شهر، مرکز شهره، پشت ساختمان پلاسکو، اون رو به رو کجا نزدیک به سفارت حرامزاده انگلستان، سفارت انگلستان. اصلا اینکه چرا اونجا خونه گرفته، اون مرکز چیز، مرکز چی براتون بگم، اون خیابون آذربایجان اصلا خودش یه وارد اون منطقه بشی یه خودش یه دونه شهرکه خودش، مثلا بعد توی اون منطقه فقط خامنه ای نیست، خودش مثلا این وزارتخونه های مختلف داره که عمالش در حقیقت اینا، اینکه این دولت میذاره و رأی میگیرن و اینا همه کشکه دیگه، بازیه. خب اونجا این اعمال نفوذ میکنه و هست. اما چگونه تا حالا دیدی شما؟ هر کسی دیدی واسه من بنویسه. خامنه ای رو دیدید تا به حال جا به جاش کنن؟ نه. خامنه ای که من مطمئنان دارم این حرف رو لازم درسته، برای اینکه باید شخصیتش رو بشناسی، که گفت تو خیابون فاطمی یه خوده برای چیز گرفته، برای سعید توسی گرفته و شبها میره اونجا. وقتی که سعید توسی از مشهد میاد تهران میره تو اون خونه و خامنه ای شبها با لباس مبدل میره اونجا. یه نمونه شو من به یادتون میارم، یادآوری میکنم که میگه لباس مبدل چیه و کجا. فکر کنم فیلمش هم باشه تو همین یوتیوب اگه سرچ کنید باشه. زلزله بما به خاطر بیارید، زلزله بم رو اگر به یاد بیارید میبینید که مثلا فرداش که یه اتفاق میفته، فرداش که چه ارز کنم، به این چند ساعت بعدش زلزله بم نزدیکی های صبح اتفاق میفته، زلزله ای که زلزله نبود، در حقیقت یک جنایت آشکار بود، عظیمترین کشتاری که این ولد و زنا، این تخم حرام علی خامنه ای انجام داد و از دیدها غافل مقفول موند به قول آخونده. برید درباره این طرح آماد سپاه پاسداران جستجو کنید، سرچ کنید که چرا میگم اون یک جنایت بود، زلزله نبود، زلزله بم. من قشنگ یادمه، ببینید 7.3 فکر کنم کمتر از 7 بود چیز کردن اینو، یا 7 بود یا بالای 7 بود، نزدیک به زلزله رودبار بود دوستان. یعنی اون درجه ای که ژئوفیزیک تهران اعلام کرد که زلزله اومده توی بم، فکر کنم اگه اشتباه نکنم با سرچ کنم، نمیدونم، همینجوری دارم میگم دیگه، فلان اینا سرچ کردم اینجا برام ببین، برای اینکه دارم ریکورد میگیرم سخته یکم، ولی خودتون سرچ کنین. فکر میکنم 7 خورده ای بود، دقیقا مثل زلزله رودبار، اما یه فرق اساسی داشت زلزله بم. من هر دو تا زلزله رو دقیقا یادمه. زلزله رودبار یه نوجوانی بودم، جام جهانی بود که ما فوتبال رو میبینیم تمام میشه میره، یادم نیست چه فوتبالی بود، میبینیم تمام میشه میره، میشه این خاموش میکنم بخوابم، یهو مثلا میبینم بالای سرم یه دونه چیز بود، یه دونه رو دیوار یه دونه از این که تابلوی بود، این خواهرم درست کرده بود، کوبلن بود عکس یه دختر بود، اینجوری آویزون کرده بودیم، یه بودیم سر خشخش میاد. همزمان با اون تو حیاتمون یه حوض داشتیم، سری خشخش رو شنیدم، شش شش
این برام رو دیوار سری تابلوه بود. بلند شدم نیمخیز شدم. خب من تو مثلا تلویزیون تو پذیرایی بود، تو پذیرایی خوابیده بودم. بلند شدم نیمخیز شدم، دیدم سری انگار مثلا توی انگار یه تشت آب و حوض توی حیاتمون پر آب بود، انگار یه تشت رو داری میکشی این برام بر میکنی، آب اونجوری میزد ازش بیرون. بعد مادرم یادم مثلا اومد توی ستون در واستاد، گفت بچه ها نترسین زلزله است، فقط بیاین مثلا زیر این چیزا واستید. بعد اومدم نگاهش کنم، همه چی انگار توی نعنو قرار داریم. 7.3 دوستان عزیز، 7.3 مقیاس یا ریکتر زلزله توی رودبار اومده، مرکزش رودباره. خب تهران من بودم، تهران منطقه شمیرانات تهران، اونجوری حس کردیم. خودتون رو نقشه نگاه کنید، اینجا بم و برواته میگه مرکز زلزله. خب دوستان عزیز گرامی من، وقتی که من صبح خبر، من صبح رادیو تلویزیون روشن کردیم فهمیدیم اونجا زلزله اومده، هیچ لرزشی حس نکردیم. آیا امکان داره هم چیزی؟ زلزله رودبار خونه ما رو کرد مثل نعنو، این نعنو. مگه بم کجاست؟ نزدیک بیشتر به مرکز کشور، اون شمال، اون راست کله گربه است. خب این ور به مرکز رفت، بگید ما باید حتما باید یه لرزشی حس میکردیم. تو تهران اصلا تو تهران چی چیه؟ تو کرمان لرزش حس نشده. یه مطلب خوشگل محمد نوریزاد نوشت دوستان عزیز راجع به این همون موقع، و خیلی ها خندیدن بهش، خیلی از طرفداراش ها توی فیسبوک، یادم نمیره هیچ وقت، هنوز هست اون مطلب. اسمش رو اگه به خاطر بیارم اون مطلب رو میتونید برید سرچ کنید توی درباره زلزله بم، که آهان اسم مطلبش این بود، نامه محمد نوریزاد به ولادیمیر پوتین. یه شروع میکنه، ببین چون آدم دست به قلمیه دیگه، بعد زبانش زبان مثلا ادبی هنری دیگه، میاد در قالب یک نامه اینو توضیح میده، میگه من با آقای پوتین گفتم که شما مثلا اینطوری باید بیرون بخونید دیگه، که آقای پوتین مثلا به سردارانتون بگین که روی عکس سردار ما سیگار روشن کردن، مثلا خاک سیگارش رو داره میتکونه روی عکس، مثلا یه رو چیچی بود هیکلیه گندهی که پارسال مرد، شکم گندهه. گفت شما نشستین و دارین ما رو مسخره میکنین، مثلا مطمئنم که دارید میگید آخه آخوند و سانتریفیوش، شما فقط میخواین کشور ما رو، سرمایه های ما رو خاخوله کنید. این تای مطلبش این بود با اون نامه خیالی که نوشته بود، خیلی خوشگل. و بعد توضیح میده و بعد میرسه اون آخرش به زلزله بم، میگه شما آقای پوتین، خامنه ای شل شد و پول دیگه نمیداد، میگفت روش که باید به من تضمین بدین، من میخوام، دارید که کاری میکنید برای من، بوم دارید میسازید یا نه؟ برای اینکه تضمین بهش بدید، بهش قول دادید که یه برنامه‌ای بچینید و بهش بگید که با چشم خودش ببینه، و بعد این طرحو گذاشتید. آقای پوتین کثافت بی‌ناموس، به خامنه‌ای گفتید که بیاد در یک صبح زمستانی، حالا اون برید بگردید پیدا کنید و خودتون، خیلی سخته دیگه، یکم سخت، حوصله میخواد یعنی، اگه پیدا کردم واسه، اگه حال داشتم واسه تو میذارم، در بهت قول میدیم برای تو یه برنامه چیدیم که در یک صبح زمستانی شکوه یک انفجار اتمی رو که میخوایم برای تو بسازیم بیایی با چشم ببینیم. رودبار، زلزله اومد، اون فاجعه اتفاق افتاد. یا کردستان یا سیل یا هر چی که توی دو تمام این حکومت خامنه‌ای، هیچ وقت خامنه‌ای نرفته، روز اول حداقل نرفته. این بدلی که میگن ساختن میره فقط اونجا سخنرانی نمیکنه، گاهی اوقات اصلا بدله میره ترس کونش بی‌ناموس.
خامنه ای هیچ کدوم از حوادث طبیعی رو نرفته بود خودش روز اول. دم صبح اتفاق میفته، به قول اینا زلزلش 8 صبح با یه کلاه. هیچ وقت اون تصویر آدم نمیره. زودتر از خاتمی دوستان، علی خامنه ای زودتر از خاتمی اونجا حاضر میشه. از اینجا میفهمیم که محمد نوریزاد خیلی مسخرش کردن. توی فیسبوکش چیز بودم، عضو بودم من. آقای نوریزاد نوشته بودم مثلا آقای نوریزاد شما دیگه مثلا فکر میکنم دارید توهم میزنید. مثلا برش نوشتم، مثلا ریپلای کردم مثلا چونی توهم، چرا باید توهم بزنه این؟ که آخرش مثلا نوشته بود نوریزاد، که آخر همون مطلبش برید بخونید، نوشته بود که اینگونه بود که بم و بروات در چند ثانیه به زمین نشست. حالا چه جنایتهایی بعدش اتفاق افتاد؟ نکته های بسیار ریزی داره تو گزارش هایی که از مردم هست گرفتن. خیلی جالبه که با مردم صحبت که میکنم میگم مثلا چه خیلی فاجعه شد دیگه، 30-40 هزار تا کشته داد. با مردم مصاحبه میکنم، مردم میگن که آقا نیمه های شب صدای ترکیدن سنگ میشنیدیم، ترکیدن سنگ، یعنی انفجارهای درون ساختگی. خود نوریزاد توضیح میده، مثلا میگه که اینا رو میگه اون سردار چیز روستون پوتین، میگه به خامنه ای، میگه که برای یه دونه انفجار توی یه نقطه ای از ایران ترتیب دیدیم و که حالا به مردم میگیم مثلا زلزله است. بعد مثلا نوریزاد ازش میپرسه که آقای پوتین مثلا زلزله نگارها رو چجوری چیکار میکنید؟ بعد پوتین جواب میده که مثلا با چند تا انفجار پیرامونی دور حول انفجار اصلی که با مواد انفجاری کلاسیک ایجاد میکنیم، اینجوری زلزله نگارها رو به اشتباه میندازیم که فقط ثبت کنن یه زلزله طبیعی اتفاق افتاده. کجا؟ جایی که تا به حال زلزله، جایی که حداقل 2500 سال به یه روایت و به یه روایت 3500 سال از عصر ساسانی زلزله نیومده. چرا میگم زلزله نیومده؟ برای اینکه یک شهر گلی بی‌ناموس. چقدر بی‌ناموسی خامنه ای، چقدر تو بی‌شرفی خامنه ای. اون سازه تاریخ کشورمون و پوتین بی‌ناموس حرامزاده برای اینکه مایه از تو بگیره، اون همه جنا همه رو با خاک توی 13-14 ثانیه دوستان اون جنایت عظیم رو انجام میده. میگه اون ارکبم پود شد، ارکی 3500 ساله دوستان، یعنی اونجا هیچ گسلی نبود. چرا اونجا رو انتخاب میکنن؟ این بیناموسا حالیشونه دیگه، تو دریا که نمیتونن مثل اروپایی ها چیز کنن که همه میبینن، تو دریا نمیتونن انفجار اتمی مثلا آزمایش اتمی کنن که میبینن و لو میره. مردم ما، مردم عزیز ما، مطمئنن اینا چند وقت مثلا تو مثلا یه سال دو سال داشتن این کارو میکردن. اونجا سازه ای درست کرده بودن که مثلا هر کی میرفت و این مردم گیجه گاگول ما نمیپرسیدن آقا چرا دارن چاه های عمیق 40 متر زیر زمین میزنن. 40 متر چیه؟ 4000 متری که بعد یه دونه از این یه اون دانشمند، اون استاد دانشگاهی که این طرح رو بهش داده بودن، خودش اینو میاد رو میکنه. طرح آماد رو برید سرچ کنید، طرح آماد سپاه، خیلی چیزایی دیگه هست. یکیشون اینه که میگه به ما گفته بودن که اینا TNTه، برای یه انفجار میخوایم مثلا آزمایش یه انفجار هسته‌ای شبیه سازی کنیم. خب بعد متوجه شدیم که اونا TNT نیست، بشکه‌ای که به ما میدن تو عمق زمین بکاریم، خیلی خطرناک تره و
من اون نوشته بود که مثلا من دست از پروژه میکشم و اینو مثلا رسانه‌ایش کرده بود. حرف نوریزاد کمتر از یک سال چی میشه دوستان اثبات میشه. من هم مثلا نوشتم واسه اون خونکشی که مثلا مسخره میکرد، مردم گیج ما رد میشدن و نمیپرسیدن آقا سازه چیه سپاه داره میسازه، سپاه چرا زمین رو فقط میکنن این حرامزاده. 40-50 تا، حالا باید برید اعداد و ارقام زیاد توی ذهنم نیست، 40-50 تا چاه عمیق میکنن و توش بشکه‌های مواد منفجری خاص میذارن. از مردم سوال میشه که آقا مثلا چی بود داستان، چجوری بود؟ به مردم میگن که آقا صدای ترکیدن سنگی میشنویم. قبل از زلزله، ساعتها قبل از زلزله دوستان، بعضی موقع دقایقی قبل از زلزله طبیعی، یک نشانش اینه که سگ ها پارس میکنن. یا ما حتی همه ایمونا پرنده ها مثلا کلاغ ها، یا مثلا یه عجیب و غریبه، یه مثلا حرکت دست جمعی حیوانات پرنده هاست مثلا تو هوا میبینی، حال شب دیگه، ولی پارس بی موقع سگ، اونم نه یه دونه دوتا، گله ای عجیب و غریب. اینو هیچ کس روایت نکرده، ولی میگفتن سنگ میترکید، ترکیدن سنگ تا صبح میشدیدیم. یعنی تا صبح اینا داشتن کار میکردن، دم صبح چونیا مینه حواسشون هست دیگه، روسن دیگه بیناموسا. تمام زلزله تو اون ساعت اتفاق افتاده تو تاریخ ایران، دقت کنید، دم صبح. خامنه یه جاکش بیناموس توسی باز بیارمه با یه کلاه بود، اما به سرش نبود، یه کلاه بافتنی سرد بود دیگه، زودتر از خاتمی رفته بود اونجا. دقیقا جمله نوریزاد رو اثبات شد، در یک صبح زمستانی شکوه یک انفجار اتمی رو با چشم خودتون بیاین ببینید. و میره خیلی هم یادم تند صحبت میکنه مادر قبه، مثلا بهش میگن که مردم رو آواره کرده، بعد از مردم میخوان مثلا یه جی بیان مردم، اولا کسافت کاریایی که میکنن، اولین صوتی پروازی که برای چیز میاد آمریکایی، پزشکای بدون مرز. اینو یکی از دوستان از نزدیک من میگه، میگه که من با چشم خودم دیدم اینا پیاده شدن، آمریکایی‌ها که اول آمریکایی نشستن، این پزشکای بدون مرز کمک‌های امدادی از آمریکا اومد، هواپیمای آمریکایی. میگه اینا دیدن مردم سرما، یه ده سرما میمیرن، یعنی خونه زندگیش رو از دست داده. و بعد این کونیای هلال احمر چادر هنوز چادر پخش نکرد، دیدی که این گیری بیناموس چیکار میکنن. یه سری دختر بچه‌هاشون، پسر بچه‌هاشون گم شدن اونجا، هستن دزدیده شده، روبوده شده. اون چی؟ این میگه هواپیمای شروع میکنه چیزایی پخش کردن، کلی آورده بود با خودش، چادرهایی که با یه دونه از این زامنا باز میشه، باد میشه دولایه، و خصوصیتش اینه، خیلی خیلی جالبه که با یه وارمر، انقدر ایزولاست این، انقدر ساخته شده اصلا توی برای اسکان موقت توی قطب، فرض کن با یه وارمر دوستان، با یه شمع این گرم میمونه. و مثلا کوچکترینشون 5 نفر رو یه خونوار رو توش جا میده. اینا توی چمدون کیفای مثلا مثل پتو میذارن توش، کیفای پتو هست، تو اون بود داشتن اومدن اینا رو پخش کنن بین مردم. سری گیری ها رسیدن، گیری های سپاه رسیدن، ازشون گرفتن، گفتن ما خودمون پخش میکنیم بین مردم. کونی های مادر قبه اونا رو گرفتن توی ایراج بالا، چادرهای برزنتی هلال احمر که باز یه دست هموطنمون تو سرما تو اون چادرها تا صبح یخ زدن مردن. خامنه یه کسکش یادم اومده بود میگفتش که
مثلا داشتن گزارش بهش میدادن که آقا مردم ما مثلا برایشون چیز کردیم و مردم توی ارگ جدید یه اسکان موقت بدیم، مردم نمیان، مردم میشه مردم مصیبت زده، بدبخت میخواد تو خونش خراب شده، زن و بچهش کشته شدن، جسدشون هست، میخواد خب بمونه عاطفی، اصلا شرف ندارن، میگه چادرم رو جلد خونم بزن، خب میگه نه بیا ارگ، بیا اونجا همتون توی ارگ جدید اسکان میدیم. خامنه کسکشی جوری کرد، گفتش که خب بی خود میکنن، خب اینجا نباید به حرف مردم گوش بدید، باید ببرید اسکانشون بدید. این کیونی مادر قعبه، این کیونی رو اینجوری جا به جاش میکنن. پس ایجیا گفت، داشتم میگفتم قذافی رفت چی 40 تا از همین لنکروزا رنگ کرده بود، آماده گذاشته بود برای فرارش، داشت فرار میکرد، کیلوش داد، نیروهای انقلابی بسته بودن راه ها رو، داشتن ماشین ها رو میگشتن دیگه، اینطوری این جسته گریخته توی 40 تا از اینا توی یکیشون بود. خب اینو رد میشدن، همه رنگ هم، همه شبیه هم، اینم رد میشه از تو اون لیست بازرسی که انقلابی زده بودن، قذافی و پسرش هم بودن رد میشن، یعنی اصلا انقدر از این ماشین این شکلی دیده بودن نمیگردن اون ماشینو. کی گوشی میده دستشون، نیروهای ناتو پیج میکنن، قذافی توی یه دونه از ایناست، توی یه لند کروزر میریزن سرش، قذافی در میاد، قذافی محمد قذافی سرهنگ اون گنده ای بود، کتاب قرآن داده بود، کتاب سبز داده بود بیرون، خیلی خرتر از خامنه ای بود تو این زمین ها، میپیچیم توی کانال آب، شخص اولی نه خامنه ای کسکش، میره تو کانال آب، درش میارن، سرنیزه رو دیگه میکنن سراخ چونش جرش میدن، خب دیگه زخمیه، داره فیلمش هست دیگه، یه خارکستخری پیدا میشه و اون دیگه اون دستور داره که با کلت میزنه، که پسرش هم همون پسر بزرگش هم میکشن، انگشتای اون شیخ الاسلام هم قطع میکنن، خب محمد قذافی رو سرنیزه کردن سراخ کونش، تازه اون با مردمش اونجوری رفتار نکرده بود تا مثل که تو رفتار کردی، خامنه ای نکش حرام زاده. بسیجی ها رهبر کونیتون، من خیلی خیلی احتمال میدم که به زودی این محمد قذافی، یعنی نمیتونه از تهران هم حتی خارج بشه، کف خیابون کشته میشه، همین کونی توسی باز کف خیابون کشته میشه. ولی اوضای این بیناموس خیلی خیلی خرابه، اوضای خامنه ای حرومزاده خیلی خیلی خرابه، وحشتناکتر از اون چیزی که تصورشو کنید. این دختر طفل معصوم رو دقیقا شیبه اصلا امضا داره دیگه، امضا داره، کونیه، امضای کونیه. چرا میگم کونیه؟ رفتارشو ببینید. حمید فرخ نشاد، حمید فرخ نژاد میاد یه توییت میزنه براش، میگهش می دیکتاتور، این دستور میده که یه دونه دیگه از اینا ترانه علی دوستی رو میگیرن، دقت کردی؟ چونی میاد انتقام بگیره از اون گروه چی؟ سلبریتی ها، سینمایی ها، کدومشون رو بگیریم؟ بگی ترانه علی دوستی رو بگیری، چه ربطی داره؟ ترانه علی دوستی چیکار کرده تو میندازیش تو اوین؟ این همه هنرمند اومدن اون تابلو رو گرفتن دستشون، گفتن زن زندگی آزادی، یا یه اعتراض کردن، با هیچ گروهشون این رفتار نمیکنی. دقیقا زمانی که فرخ نژاد میگه تو ترانه علی دوستی میره زندان، کونی نکش، کونی، تمام این کونی هاست که آدم میکشن همه رو پیدا میکنیم، گیگیری وقتتون تمومه، گیگیری بسیجی حیثیت دیگه نداره نظامتون. یه جایی دیگه هم توی ویدیو دیگه گفتم، یه زمانی قبل بین میرین که فکر میکنین مثلا به قول خودتون فتنه رو خوابوندین و آروم شده، خب هیچ خونه ای آروم نیست، با جرأت دارم میگم هیچ ذهنی تو ایران آروم نیست، منتظر مرگتن،
خامنه ای، سپاه پاسداران منتظر نابود شدنتن. چرا دوستان سپاه پاسداران رو تو این 3 ماه ازش استفاده نکرد؟ البته به ظاهر انقدر خرن اینا، چون این بلایی که سرش اومد، یعنی اتحادیه اروپا گذاشته توی لیست تروریست، حالا سرش نیاد. کره خره بیشور انقدر با خون دونم، چرا میگم اینا نفهمن، اینا بیشورن، حالیش نیست که سپاه پاسداران یه نیروی میلیتاریه، نظامیه. آره تو الان دخل تمام کشور داری دستش داره کارهای اقتصادی میکنه، چرا برشون مهمه؟ چرا تو این 3 ماه نیومد؟ اما 98 جنایت انجام داد، خر بود دیگه. اینا با تجربه خطا، با آزمون خطا و کسب تجربه جلو دارن میرن دیگه. بعد دیدن که او تو لیست تروریست رفتن خیلی خطرناکه. چرا؟ چون تمام منابع مالی اینا با این شرکت هایی که ظاهر درست کردن که مثلا خصوصی، همون سپاه پاسداران، همه به این سپاه رفت داده، همه، و داره با اروپایی ها کار میکنه دیگه. خب وقتی تروریست شناخته بشه، خب یعنی سر داستان پولیشون گرده، نابودیشون حتمی. برای مثلا عقل آخوند کونی به این رسید که سپاه پاسداران رو نیاره تو این اقتشاشات، عقل خامنه‌ای مادر قبر به این رسید که این دستور خودش بود با تفنگ ساچمه‌ای بزنید، مادر جنده حرومزاده. ولی اونا بهش گفتن آناناس. کر خره بیشور وقتی نیروی میلیتاری سپاه پاسداران که الان دیگه تو نمیتونی از قالب میلیتاری درش بیاری، که هر جنایتی بکنی اونم توش دخیله، ارتش هم توش دخیله. ببینی سکوت جلوی جنایت، یعنی هم هست تمام ارتشیایی که الان هستن روی شونه هاشون، روی کلاه هاشون آرم جمهوری اسلامیه، مسئولن. تو لباس نیروی انتظامی رو تکثیر کردی بی ناموس، بدی سپاهی هم بپوشن. نیروی انتظامی تو این همه خدم و حشم داشت لشکر کشی کنه به جوان رود؟ تاوان این قتل ها رو میدید، اصلا بر نمیگردن مردم تو خونه. فکرش رو از سرتون بیرون کنیم. کونده های کونده خار میان می نویسن که آره آره، ما که مثلا ببین کونیه با بشور نوشته بود رسم، اون که واسش ریپلای کردم توی ویدیوی قبل، دو سه تا ویدیو قبل گذاشتم، دیدم نوشته مثلا مغز اندازه گوزه، واسم نوشته بود مثلا برو نیا کن الان بزن شبکه خبر ببین برای حاج قاسم چقدر ما نیرو آورد. گفتم اینا که شتیل بگیرن که بلاغ بیشور بسیجی، تو یه دونه از اینا رو باید انتخاب کنی دیگه. میان میگن که ریری چقدر بیشورن، میان مثلا توییت میکنن یا میبسن که ما میکشیمتون، بیاین بیرون ما میکشیمتون. این یعنی چی بسیجی؟ این یعنی این که من دارم با زور حکومت میکنم. خب باش قبول، با زور داری حکومت میکنی، پس با اسلحه. حالا وقتی به من میگی بیا برو شبکه خبر نیا کن ببین چند نفر واسه قاسم سلیمانی اومدن، یا مثلا 22 بهمن رهبرتون میگه ببینید میخواد قبلش وقتی میگه یعنی 22 بهمن میخوان یه خرج دیگه بکنن، شتیل چرب دوباره یه در رو بزن تو خیابون. خب اینا جایزه بگیرن. چرا من به تو میگم که اگه تو اعمال قدرتت میگی به زوره، دیگه نیاز به نفر نداری که، میگی ما زور داریم با میستیم دیگه. چرا پس این کلکه چیه؟ چرا پس میخوای بگی مردم پشت ما هستن؟ نه بسیجی خط خودتی بی ناموس، اونا مردم نیستن، اونا جایزه بگیرن. محمد عمرانی توضیح داد دیگه، این سیاهی لشکر سینما میرن این چونیه رو پیدا میکنن، پرن تو جامعه، جامعه ای که تو به چیز کردی، جامعه ای که تو فقیر کردی. وقتی چلو کباب میدی توی خط، توی سالگرد چیز چلو کباب میدن. وقتی چلو کباب، وقتی ما گورخواب داریم، خب میان دیگه. خب بدبختن بعضی ببین آدم فقیر، دوستان عزیز، مفاهیم انسانی رو هم متوجه درست نمیشه، درکی از مفهوم شرف نداره. جدای از این که اصلا توی وضعیت ببین گیگیری بسیجی، منی که اینجا کامنت می نویسم، منی که مثلا ویدیو میذارم انتقاد میکنم، من از اون جنس نیستم. اون جنس خیلی، اون جنس جامعه خیلی، اون جنس فقیر و
در به در رو نابود داره نابود میشه خیلی گسترده است. اونا اصلا ندارن بندهای خدا که بتونن بیان این هزینه های چیزو بدن، حتی مطمئنم ندارن که بیان بشینن پای وب شارژ کنن این اینترنتی که قیمت خون پدرتون میگیرین جاکشو دائما هم قطع و وصل میشه. من برای این نوشتم آقا یه رفراندوم بده دیگه، اگه توی لشکرکشی خیابونی میکنی خب چرا پس میترسی؟ بر مردم میان چرا پس اسلحه میکشی؟ یه سوال دیگه، مگه نمیگیرین مردم حامی شما؟ مردمی که میان این شعار میدن 13 آبان یکیشون یه نمونه شدید دیگه، خالی شده، کچل شده اصلا، یعنی نمیان، مردم میترسن دیگه. برای چی خبرها رو بخونی؟ دائم دارن کشته میشن نیروهای اینا با گله، با چوب و چماق. میترسن دیگه، حالا ماسک میزنن همشون. بعد بخت خامنه ای نمیبینی 40 نفر دیگه جلوش میشینن حرف میزنه، اون 40 نفر هم از ترس کونشون ماسک زدن. شما اصلا درست چه جمعیت گنده ای رو میارید مثلا نشون میدید؟ این پروپاگانداست که میارید مثلا اومدن واسه ختم حاج قاسم. همه 40 سال دارید این کار میکنید. خب من به شما از شما سوال میکنم، زمانی که مردم میریزن تو خیابون مثلا بازار مثلا برای چیز امینی، برای همین برای هر اقتشاشی چونتون به لرزه میفته، این مردم کجان؟ من نگی مردم نیست، مردم هستن و مردم باید بیان دفاع کنن دیگه از انقلابشون. اول انقلاب کفن پوش می اومدین، از همین شیتیل بگیراتون بودن ولی کفن پوش می اومدن، اعتقادم داشتن. سری تو یه جایی حرکت می شد این چونی های بسیجی کفن پوش می اومدن تو خیابون. تا 88 هایتون نیست که رسیدین دیگه سازماندهی شد، 6 دی مردم اومدن تو خیابون زدن خارتون رو بریدن، شما 9 دی اومدید 3 روز باز سازماندهی کردید کونیا رو. خر خودتی بسیجی بی ناموس، خر خودتی. من از تو میپرسم که الان مردم زمانی که میریزن و میگن مرگ بر دیکتاتور و چون لرزه میفتین، این مردمی که میگه آوردید، این مردمی که میگن از شما دفاع میکنن، این مردمی که آوردی تو شاه چراغ حرفای اون کسکش خر عقب افتاده حسین سلامی گاگول رو گوش کنن که با دوربینای مختلف از بالا نشون میدادی چقدر، اینا کجان اون موقع؟ کجان؟ چرا نمیان ما چوب تو کونشون کنی؟ دیدی خر خودتی؟ بیناموس، اینقدر خری که همین بازی رو داری ادامه میدی؟ اینا مردم نیستن که، اینا شیتیل بگیرن. وقتی ما گورخواب داریم، اتوبوس خواب داریم، گزارش دیدید که شب تو اتوبوس، ببین آدمایی تا این حد بدبخت داریم تو اتوبوس، تو صندلی اتوبوس ما یه مایه میدن شب تا صبح تو اتوبوس به اون سرما نمیرن. خب این آدما توی کستخار کوندخار کوندمار میری دنبالش میگی بابا به جای اتوبوس بیا شب بیرون گرمخونه بهت میدم تا صبح زیر پتو بغل بخاری بخواب، به شرط اینکه بیا چلو کباب بهت میدم، چلو کبابی که 10 سال اصلا بوش به دماغت نخورده، به لبت نخورده. خب این آدم میاد مفهوم شرف رو نمیدونه چیه. این کتره ای اگه مفهوم شرف رو میدونست به اون وضعیت نمیرسید که گور خواب و کارتون خواب بشه اتوبوس خواب. واسه 50,000 تومن میاد، حالا من چیکار میکنه؟ حالا عقلش رسیده که با ماسک باید بیام، منو اگه ببینن فکر فامیلام توی چیز حکومتی چونم پاره است. اینا دیگه اینا هیچ فایده ای نداره، علی خامنه ای میکشنت، هیچ رحمی ندارن این مردم دیگه. حالا داره زمزمه اعدام و مدوام میکنه، تو کسکش بی ناموس، یه دونه اعدام کردی محسن شکاری، دیدی فیدبکشو؟ خب اعدام دیگه مجید رضا راهنورد بود که دیگه مثلا خودشون مثلا چیز داشتن دیگه، یه گفتن یه وجهه‌ای داره چون شاکی خصوصی دو نفر زده کشته، شاکی خصوصی داره، اونا هم رضایت نمیدن. کسکش بی ناموس، اولا شاکی خصوصی نیروهای این بسیج چیه؟ این بسیج نیروی امنیتیه، تو بهش میگی چی اسمش گشتیشون؟ نیروهای محافظ امنیت. خب دو تا از اینا رو گفت یه هموطن ما زدن دمش گرم، مجید رضا دمت گرم، زده خوار مادرشونو گاییده. خب برای چی؟ برای دفاع از خانواده‌اش، داشتن خواهرش رو می‌زدن. بی‌ناموسای ولد زنا، زده گاییده.
شاکی اینا، شاکی خصوصی اینا، مادر خانواده هاشونن دیگه. خب اولا کسته ننتون که بچه تون بسیجیه، درک که کشته شد، تو چطور توی کوتاه مدت معلومه دیگه ترسیدی؟ خب حالا اون اعدامو تو توی بچه میذاری، اینقدر بدبخت بودن اعدام مجید رضا، همشون الله اکبر میگن کونیا، معلومه که ترسیدی. اگه دست به اعدام ببری امانت نمیدن. علی خامنه یه بیناموس جاکش، راهی نداری، پشت دیواره، بمبسته، گیری یا بمبسته، یه فاصله مونده دارید، عقب عقب میرید، شونه هاتون خورد تو دیوار، خارتون گاییده است. محال ممکنه که این مردم اصلا دست بردارن. مردم ایران رو نشناختی آخوند، آخوند کونی مردم ایران رو نشناختی، مردم احساسات هستن. یعنی حتماً حتماً میزنن خارتو میگن. برو بخون تاریخ و ببین با مغول‌ها چیکار کردن. منتها بدیشون اینه که صبر، این کاسه صبرشون خیلی گنده است، خیلی گنده است، از اون بر خیلی خطرناکه. بدیش اینه که خیلی گنده است، قطره قطره باید جمع 40 سال باید واسن تا به اینجا برسن. خوبیش اینه که وقتی منتها خیلی گنده است که پر میشه، یه تلاطمش ننتونه میگاد. خب اون ظرف پر شده، اگه میخواست به هیچ کدوم از حرکت‌های مردم تا الان با سبوعیت ترین وضعیتی که رفتار کردید به یه ماه نرسید، سه ماهه دوباره میریزن تو خیابون. چون یه مادر قبه این هی جنایت میکنی، خب که بترسونیم نریزن تو خیابون، جواب برعکس میده. بسیجی ها کارتون تمومه، یکی یکی تون رو شمایی که توییتر میشینیم گوخوری میکنیم پیداتون میکنیم، یکی یکی تون رو پیداتون میکنیم. محال ممکنه دورش تموم شده تو بتونی یه دونه یه گویی بخوری با یه دونه چیز انانیمنس و پیدات نکنیم. بهت گفتم که محمد قذافی و نیروهای ناتو میگن آقا توی تو دقیق میگن کدوم لنگروزه، بزن میگیرن خارشو میگن. خب همون لوت میده، نمیتونی من به تو اگه یه روزی این حرف من ثابت شد، یادتون باشه، من گوش ذهنتون داشته باشید، علی خامنه ای موقع فرار کف خیابونای تهران کشته میشه. شب و روزگارتون خوش.